دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان روز پنجشنبه گفت که 10,300,000 نفر در افغانستان نیاز شدیدی به کمک های بشردوستانه دارند. اوچا افزود که علارغم این وضعیت شرکای بشردوستانه کمک ها را در هر منطقه افغانستان کاهش دادند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا اعلام کرده که به رغم نیازمندی بیشتر مردم افغانستان به کمک‌های فوری در سال جدید میلادی، اما شرکای سازمان ملل کمک‌های خود به این کشور را کاهش دادند. این دفتر روز پنجشنبه 28 دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان را منتشر کرد. اوچا با ارائه آمار افراد نیازمند در بخش‌های مختلف کشور افزوده است که 5 میلیون تن در ولایت‌های مرکزی از جمله کابل پایتخت به کمک‌های انسانی فوری نیاز دارند. این آمار در جنوب افغانستان به 3,700,000 نفر و در غرب افغانستان به 3,300,000 نفر می‌رسد. اوچا همچنین آمار نیازمندان در شمال افغانستان را 3,300,000 نفر، در شمال شرق 3,600,000 نفر و جنوب شرق را 2,700,000 نفر و شرق را 1,600,000 نفر اعلام کرده است. بیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا در اوایل ماه دی اعلام کرده بود که افغانستان یکی از پیچیده‌ترین شرایط اضطراری بشردوستانه در جهان را دارد. به گفته اوچا، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز دارند. این نهاد همچنین تأکید کرده که افغانستان هم اکنون که در زیر سلطه طالبان است، از ده‌ها سال پیش به این سو با جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، علاوه بر آن با بحران‌های ناشی از آب و هوا، بلایای طبیعی پی در پی، فقر ریشه‌دار و موانع فراوانی بر سر راه کار و فعالیت زنان نیز روبرو است.